ارادتمند جانی دالر. یکی بود یکی نبود. سلام مهربانه، دلم تنگ است. زیرا که توی کارم، زیرا که توی یارم، از قند تو می نوشم، با پند تو می گوشم. من سید جگر خسته، تو شیر جگر خارم. جان من و جان تو گویی که یکی بوده است. سوگند بدین جان که از غیر تو بیزارم. من رادیو با خانم دکتر توسی آهری رفتم و شروع کردم به کار کوچیک‌تر، اعلام برنامه. الان آقای صبحی مهتدی قصه بچه ها رو میگن، یا آقای ابوالحسن صبا ویولون میزنن. این از کارهای اولی هم بود. اعلام برنامه موسیقی نمیدونم خانم یا آقای فلان میخونن. بعدها دیگه آرام آرام اومدم توی کارهای گویندگی و بازیگری و کارگردانی و بالاخره اونجا پا قرص کردم. پژواک تقدیم می کند کوچه. کوچه ها، این شریان های ارتباط مردم به خیابان ها و شهر سرگذشتی دارد، اما قصه کوچه های سال خورده شنیدنی است، به افسانه می ماند. کوچه های پیر به یاد می آورند مردانی را که رستم پیکر و آبگین دل با هر قدم بذر محبت می کاشتند و با سرانگشت لطف گره از عقده دلها می گشودند. قولشان بست بیکتار سبیل مردانشان بود و به علی قسمشان ردخور نداشت. کوچه به یاد می آورد زنهای مهربان به همدل را که در به دنیا آمدن طفل همسایه به یاری مادر می شتافتند. در عروسی عزا و شادی و غم یکدیگر شریک بودند. کوچه به یاد می آورد رهگذر دلخسته شبانه را، آن پرسوز نوای عاشقانه را. به یاد معشوق خواندن این بهترین بهانه را، ره سپردن مجنون گونه عاشق دیوانه را که میخواند ترانه را و نمیداند دلش دیوانه یکیست. یه تیم مال شبکه دو بود. اولا که کسانی که شبکه یک بودن شبکه دو میرفتن نمیذاشتن شبکه یک کار کنن، میگفتن تکراری میشه دیگه. بعد تصمیم گرفتن دن نمیتونن، باید حتما از اینایی که تجربه دارن و وارد به کارن استفاده کنن. البته اول آقای بیژن مفید بود شبکه دو کار میکرد، که خانم خردمند و اینام با ایشون کار میکردن. بعد آقای مفید مثل که رفتن دیگه قرار شد که نماشتامه های شبکه دو رو بدن به من و آقای بهشتی که هر هفته یکیمون کار کنیم. و البته تو کار هم دیگه بودیم، چون بعضی رولا بود که لازم بود، بعض وقت هم خیر. بعدم خانم خردمند و کسانی که مثل ایشون بودن گهگاه بنابرای اونچه که لازم بود بذاریم میامدن کار کرد. توطئه برای هیچ. هنرپیشگان به ترتیب اجرای نقش: بهزاد فراهانی به نقش سیاوش، ژاله تخمینه. سیاوش را به زندان ببرید. نه، تو حق نداری، او پسر من است. مادر آرام باش. نه افراسیاب، تو نباید این کار را بکنی. ببریدش. نه نه مادر، ناراحت نباش، من بیش از تو در فکر پسرم هستم، اما جاسوسی نه. نه، پیمان مقدس زناشویی اجازه نمیدهد. آن روز که در کنار شوهرم ایستادم و موبت ما را زن و شوهر خواند، گفت در غم و شادی زن او باشم. او گفت از اعتماد و پیمان مقدس زناشویی نباید سوء استفاده کنم.
ما اون موقع ها در رادیوی ایران داستان شب کار میکردیم، بعد از ظهر جمعه کار میکردیم، برنامه آدینه کار میکردیم، برای خانه و خان به قول معروف زن و زندگی نمایشنامه هاش ما کار میکردیم، جانی دالر کار میکردیم، حتی بعضی از نمایشنامه های برنامه کارگر اونا رو کار میکردیم. اون زیر آسمان که بودم یه برنامه به خصوصی بود که آقای دکتر ماین افشار مینوشتن، اونو کار میکردیم. یعنی اول کار نمایش رادیو با داستان شب شروع شد و بعد از دور جمعه. نفهمیدیم آقا رحمت، این دوستان شما برای چی آمده بودن گرچاقه؟ مسلمن واسه گردش و تفریح که نیامده بودن، چون گرچاقه تابستونا چیزی واسه تماشا نداره. وای به حال زمستونا، وقتی بیا بیرون سر آخور، وقتی بیا ببین یه گله آدم مچر ریختن تو گرچاقه. همه بیرون هستیم تا بعد صدا تو میکنم. سبقم ببینم چلا کلت اینقدر کچل زدم. شوهری که اینقدر از خونه و زندگیش خبر نداره نمونه است. نگاه کن زیلی، نگاه کن خودش همه اینه درخت چنار جلو مغازش وایزاده. بعد دیگه رسید به آدینه و شب پخش میشد. بعدم تمام اینا حتی کارگر نمایشنامه داشت که مثلا یه کارگر بی توجه چه کارهایی میکنه که چه اشکالایی پیش میاره. اینا رو میذاشتن تو نمایشنامه برای اینکه یه توجهی جلب بشه و اینا هم گوش کنن، فقط نصیحت معمول نباشه. خب نمایشنامه ها خیلی زیاد بودن و نویسنده ها مثلا خانم ویکتوریا بهرامی نویسنده برنامه خانه و خانواده بود، یا زن و زندگی به معنای دیگر. آقای عزیز الله حاتمی بعد از رو جمعه می نوشتن، ولی بیشتر داستان شب بودن دیگه. گروهی نویسنده بودن و یکی از مواردی که بر ما خیلی عالی بود این بودش که یک گروه چند نفره که وارد به ادبیات بودن اونجا بودن. ممکنم بود که همیشه نباشن، مثل استاد سعید نفیسی، ولی اینا در یه زمانی می اومدن و ما اگر مشکلاتی داشتیم باید رجوع میکردیم به این گروه پنج نفره، مشکلاتمون رو میگفتیم از نظر ادبی و از نظر اون چیزی که لازمه درست اجرا بشه. این پنج نفر اگر یادم باشه استاد سعید نفیسی بودن، آقای مهدی قاسمی بودن، دکتر ناصرالدین شاه‌حسینی بودن و ما هر وقت مشکلی داشتیم از نظر ادبی، از نظر لغت به اینا رجوع میکردیم و کمکمون میکردن. البته نمایشنامه رو وقتی مینوشتن اون زمان اینطور رسم بود که وقتی آماده میشد و قرار بود که یه نفر کار کنه نمایشنامه رو میدادن بهش. خب این نمایشنامه ممکن بود که مال یه نویسنده بزرگ خارجی باشه که بیشتر بود، مخصوصا برنامه شبکه دوم. این که نمایشنامه دستش بود فرصتی داشت که به بعضی مراجع و بعضی کتابا رجوع کنه و با کل ایده ها و افکار اون نویسنده آشنا بشه. بنابراین این یه زمینه خوبی بود برای اینکه وقتی پرسوناژا رو انتخاب میکنه برای اون نمایشنامه رساننده اون چیزی باشه که باید باشه. جانی دالر یه مدتی من کارگردانی میکردم، یه مدتی هم بازیگری، یعنی بازیگرا تقریبا مشترک بودن. مثلا یه وقت میدیدید که یکی مثل من خانه و خانواده کار میکنه، جانی دالر کار میکنه، بعد از رو جمعه کار میکنه، آدینه رو کار میکنه و داستان شب هم کار میکنه و برنامه های شبکه دور. باور کنیم بعضی از این کارهای برنامه دوم ما یه وقتا تا صبح طول میکشید و همه داشتن کار میکردن. یه نوع علاقه به خصوص بود و وقتی که مثلا من یه رولی رو به هم میدادن میومدن راجع بهش تحقیق میکردن. بیشتر برنامه دوم ما از ترجمه های نمایشنامه های خارجی کار میکردیم. در داستان شب بعد از ظهر جمعه آدینه
از اونا هم کار میکردیم ولی بیشتر ایرانی بودن. در خانه خواهم بود، بر اساس رمانی از ماری هیگنز کلارک. تو هنوز اون لباس مسخره قرمز رنگ و از تنت در نیودی؟ بابت پوشیدن این لباس قراره به من پول بدن مادر. بابت خیلی کارا ممکنه با آدم پول بدن. الان درش میارم. پاپا نوئل باید ابهت داشته باشه. تو حتی از پس این کارم بر نمیای. ممکنه. بشین غذا تو بخور. چشم. اگه فقط یکی از اون قصه ها چاپ شده بود لازم نبود هر بار واسه یه چند تا سکه ناقابل یه شغل دم دستی موقت بر خودت جور کنی. لابد اونا رو همون قد بد نوشتی که نقش پاپا نوئل رو بازی میکنی. ممکنه. هر وقت هیچ جوابی نداری فقط بلدی بگی ممکنه. سالها کارگردان رادیو بودم، هم رادیوی تهران، رادیوی ایران و هم شبکه دوی رادیو که به اسم رادیو تهران بود و نمایشنامه های نویسندگان بزرگ دنیا ترجمه می شد و به صورت نمایشنامه و من کارگردانی می کردم. دختری با گوشواره مروارید، کارگردان ژاله اولوف. سعود، کارگردان ژاله اولوف. گفتگوی رباخواب بر اساس داستانی از بازار، کارگردان ژاله اولوف. نور زمستانی، کارگردان ژاله اولوف. برای خودم هم خیلی لذت آور چون کارهای فوق‌العاده بود و بازیگران نیکو خردمند، سریا قاسمی، رامین فرزاد، بهمن زرین پور، سیروس ابراهیم زاده، آقای هوشنگ بهشتی روحشون شاد که یکی از کسانی که واقعا در نمایش رادیویی خیلی موثر بود ایشون بودن. با اینا کار میکردیم دیگه. بله یه مدتی هم زنده برای برنامه دوم یه چند تایش اینجوری بود که بعد دوباره ضبط شد. شما چه چیزایی رو من متشکرم که اینا رو یاد من میاد. تدبیر شاهانه، هنرپیشگان ژاله، هلن، بهزاد فراهانی، آنتوان. آینده من در زندان نصیب این دفن شده. من دیگه نه امیدی دارم، نه فردایی و نه آینده. همه چیز من با نوشاد زندانی شده. اینجا با من مثل یه برده رفتار میکنن. خود شما که دیدین، این قانون شماست. فرزند یک برده همیشه برده است. ولی موریس پدر تو میتونه تو را آزاد کنه. شما میدونید که این کار از پدرم ساخته نیست. او یک مرد جنگیه، یک سردار بزرگه، اما از زنش میترسه. هلن، هلن. خدای من، نوشاد، نوشاد من. هلن عزیزم، زن محبوبم. تو آزاد شدی، تو پیش من اومدی. ممنونم سرور من، ممنونم مارسلاس. به تو قول داده بودم. نمایشنامه رو بر ما میفرستادن خونه، بعد ما میخوندیم. اگه تصحیح لازم بود میکردیم، اگر انتخابی لازم بود میکردیم، بعد میبردیم رادیو میدادیم به دفتر، بعد میرفت برای تکثیر و انتخاب اونی که انتخاب کرده بودیم دعوت کنن بیا. یعنی نمایشنامه رو اگه میخوندیم، اگه قرار بودش که آقای رامین فرزاد یادشون بخیر بازی کنن یا آقای زرین پور یا خانم قاسمی، اسامیشون جلو رولا نوشته میشد، دعوت میشد. دیگه اینا تجربه های کاری بود که وقتی میخوندیم میدونستیم الان کدوم صدا باید جای این رول بشینه، جای این پرسوناژ. با آشنایی به حس اونا، ادای بیانشون، چون مثلا ادای بیان آقای محتشم به باربر نمیخورد، آقای سارنگ به باربر نمیخورد. رامین فرزاد روح شاد یکی از بهترین استعدادا بود، این نمیمد باربر بگه، برای اینکه صدا صدای پر قابل قبولی بود. ادبیات بله میشد بهش گفت بیا شعر بخون، بیا نقش یک
آدم عاشق و بازی کن. خانمایی بودن که فقط نقش کمدی بهشون میخورد. یه خانمی بودن به اسم نیکتاج صبری. ایشون چه در تئاتر و چه در نمایشای رادیو اصلا له کمدی بود. گلپر جانم، از غنیمت سپید دم و صبح زندگانیت آگاهت میسازم که هرچه در جوانی برن زرز خانده داشت. از حول حلیم جیفه جفنگ آجموین و تجار مست و ملنگ افتادی توی دیگ به قاعده یک دختر دبنگ. یهو الهام الهی شد فرنگیز فرنگیز. نگاهت در تسلسلی بی پایان با حرکاتی دوار و دیوانوار پیش چشمانم می رقصد. یه جوری تطبیق صدا باید می شد غیر از بازیگری. اگر کمدی بود باید می دیدیم، اگر تراژدی بود. و چقدر ما داستانهای بزرگ دنیا که تراژدی بودن کار کردیم. این فرستادن به منزل فرصتی می داد که روش یک فکری بشه، اگر لازمه به جای رجوع بشه رجوع بشه. ممکن بود مثلا من کتابشو داشته باشم، می آوردم می دیدم و با شخصیت ها آشنا می شدم. به هر حال یه کار جدی و اساسی بود و فشرده. و یه چیز جالب این بود که همه ما ذوق و شوق کار می کردم. من این چند وقت پیش، البته یه دو سه سال پیش، یه کارگردانی می کردم. مثلا باز تکسار فرستاد این منزل، بعد که بخونن رولشون هم نمیشته، حتی کسانی که روبروشون بازی دارن یا بقیه چیزا اسامی رو. بعد آقایی که آمده بود برای تمرین از روش نمیتونست بخونه، بهش گفتم دیشب خوندی؟ من گفتم ببین معلومه که نخوندی. اینو بی خود نمیفرستن منزل، میفرستن که شما بخونین، هم با کار خودتون هم با نقشای دیگه آشنا بشین، ببینین در مقابل کی دارین حرف میزنین. یکی از موارد بسیار مهمه که یعنی من اگر قرار بگیرم جلوی آقای شکیبایی با آقای نیکپور فرق داره. البته رول فرق میکنه، ولی باز شخصیت اونا، آقای نیکپور یک شخصیت آرام داره، آقای شکیبایی یک شخصیت تهاجمی داشت، البته در رولش، ولی کلن بهش می آمد. بنابراین من باید خودم رو تطبیق می دادم و نقشم رو با اون کسی که مقابل من بازی می کرد. وگرنه همینجوری آدم بره یه نقشی رو بگه و بیاد فکر نمی کنه. حتی با هم تطبیق می کردیم، می نشستیم که این راجبه چیه، اون راجبه چیه و چطور باید انجام بشه. کارا از نظر مالی اونچنان نبود، ولی اون چیزی بود که درون آدم ها، اون چیزی که می جوشید در آدم ارضا می کرد. و من فکر می‌کنم اگه غیر از این باشه اونچنان دلنشین نیست. من رادیو گوش می‌کنم، یه گوینده بسیار خوبی داریم که در دوبلاژ و الانم در رادیو کار می‌کنه. این آقا یه گوینده بسیار با تجربه و خوش صدا، الان رفتن رادیو هم کار میکنن. بعد تون تون حرف میزدن، دیدمشون گفتم که با این صدای قشنگ چرا انقدر تون حرف میزنی؟ گفت تهیه کننده از من میخواد. گفتم ببین صدا تو همون جور که بود حفظ کن، تهیه کننده نمیدونه که اون حسی که توی صدای شماست با تند گفتن از بین میره. و گفت همون حرف شما رو من قبول دارم. اینا یه ریزکاری هایی که به واقع در کار موفقیت میاره، چون شما راحت از پلو گوشتون رد نمیشه که این چی گفت. این آرام آرام، حال تند گفتنم جا داره، ولی نه اینکه مثلا شما یه متن ادبی رو فکر کنید که اینو بخوای تند بخونید. اینو باید با آرامش و درست خون که اون طرف بفهمه و لذت ببره و شاید دنبالش بره. یلدا اشارتی است از ظلمت شبی دراز و دیرپا
که تصور صبح درخشان را از خاطر دور می نمایاند. اما هر شب ظلمانی را صبحی درخشان در پی است و یلدا هم روشنای درخشان صبح امید را نوید می‌دهد. یلدایتان مبارک، یلدایتان مبارک، یلدایتان مبارک. ببینین اون موقع اینقدر مشکلاتی نداشتیم چون همه در فکر ساختن بودن. الان اون چی که ساخته شده در دست امروزی هست. اون موقع باید ساخته می شد. یه وقت از نظر افکت، یه وقت از نظر موزیک، یه وقت من یادم میاد یه خانومی بودن به اسم خانم سونیا سلیمزاده که موسیقی رادیو دست ایشون بود. اونم رو صفحه. نمایشنامه رو میدادیم به ایشون و ایشون موسیقیشو انتخاب میکرد به ما میداد و کارهای خوبی میشد. یکی بود، یکی نبود. پهلوانان هم میگریند. پهلوان، شما رو به خدا یه دفعه دیگم یه دونه کاغذ براش بنویسین، بلکه به دلش بیفته و جواب بده. شما رو به خدا رک و پوسکنده تو کاغذ بنویسین، بیرحم بی انصاف. حالا زنتی چی؟ پسرتو چی میگی؟ یعنی یه سر سوزنم بهش علاقه نداری؟ چشم دخترم، چشم. همین الان که میرم خونه بازم براش کاغذ مینویسم. پدرت یه مرد واقعی بود، یه انسونه به تمام معنا. اسمش چیه؟ الان کجاست؟ عزیزم، من نشونی اونو نمیدونم کجاست و چی کار میکنه. مخصوصا که سال هاست ازش خبری ندارم. چی مادر؟ من یه مدتی در شبکه دوی رادیو با مرحوم سهیلی و شعرهای دیگه که اون زمان بودن برنامه ادبی داشتیم و شعر میخوندیم و گفتار ادبی بود. آقای مهدی سهیلی سرپرستش بودن و شعرهای مختلف میامدن که شعرشون رو میخوندن. یه مقدارم اونایی که نبودن، فرض کنین آقای شهریار مثلا شعرهایشون هم میخوندیم. آقای الفت بودن که با ما اونجا کار میکردن، یا چند تا از شعرها. هیچ کدوم سرسری نمیگذشتن. همیشه ما فکر میکردیم که شنوندگانی داریم که باید حرمتشون حفظ بشه. و یکی از کسانی که نظارت مستقیم داشت آقای معینیان بود. یعنی روی بازیگرا، گوینده ها و کسانی که در رادیو کار میکردن نظارت مستقیم داشت و نمیذاشت هیچ کس به اصطلاح سرهم‌بندی کار کنه. حتی کارهای کمدی. به نظر من ذهن رو باید آماده نگه داشت. شما وقتی که مدتی کتاب نخونید دیگه کتاب براتون اون کشش رو نداره، چون باهاش بیگانه میشی. من باید روزنامه بخونم، باید کتاب بخونم و بعد کتابی که میخونم اگر لغتی رو ندونم رجوع کنم اونجا، فرهنگ نفیسی، ده خدا و بقیه، برای اینکه هر لغتی که من ندونم باید رجوع کنم. سرسری رد نمیشم و سرسری هم نمیگم. باید حرمت کلام فارسی نگه داشته بشه و زبان زیبای کشورم و مادریمون حفظ بشه. من هرچی رو ندونم رجوع میکنم. امروز یه مقاله رو بخونم کلمش نفهمم رجوع میکنم اینجا. این گرایشتون ریشش کجاست؟ ریشش تو دلم. دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من، سرب خرامان منی ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، بس چشم من بیرون مشو ای شعله تابان. تا اون ذوق نباشه موفقیت نیست. وقتی که یه چیز رو من با ذوق میخونم و میرم شعری رو اجرا میکنم، حافظ عشق من، مولانا همینطور،
یاد شعر خودم رو میخونم. یه نوع جوششی در من داره که به هر حال باید اونو با دقت و علاقه و عشق انجام بدم. و بچه های اون موقع، یعنی دوستان اون زمان که بازی میکردن، باور کنین همه با عشق بودم. چون پول آنچنانی نبود، نه اینکه بد بود، ولی اگه یک کس میرفت توی یه دونه سریال بازی میکرد، چندین برابر دستشو میگرفت. ولی فقط علاقه بود که بکوبیم بریم میدون ارگ، اونجا تمرین کنیم. در یه روزم انجام نمیشد، دو روز تمرین میشد، یه روز ضبط میشد و سه روز وقتو میگرفت در ازای دست مزد متعارف. من رادیو رو دوست دارم و گوش میکنم. من شب تا بخوابم این رادیو، برنامه شبو که اجرا میکنن گوینده ها، مثل آقای صالح حلو یا استاد حسین آهی، گوش میکنم حتما، چون من به ادبیات علاقه دارم و بعد اینا چکیده ادبیات جهان و ایران رو در برنامه هاشون دارن، من گوش میکنم. جای مهتاب به تاریکی شبها، تو به تاب من فدای تو، به جای همه گلها تو بخند. من پیوسته دنبال شما هستم، مثل سایه‌ای که هیچ کس به او اعتنایی ندارد. محبوب من، من میدانم درخت قند بی شما تلخ است. قمنامه فریدون ما خوندی با مرحوم مرتضی احمدی و خانم معتمدزاده. بله، این هم یکی از جنبه های خیلی زیباش بود. ببینید، یه مسئله هست، یک پدر یا مادر وقتی که فرزندی رو پرورش میدن، هرچی این فرزند جلوتر بره اینا شادتر میشه. ما یه کاری رو شروع کردیم، کسانی که اومدن بهش حرمت گذاشتن خیلی بر ما ارزشمند. آقای پرستویی حرف دوش نیست، یا خانم متمداریا، یا خانم هما روستا، یا هر کدوم اینا، اونی که بر آدم و بر زحمتای زمان ارزش گذاشته، اینا همونه. یعنی بسیار ارزشمند و قابل احترام. یعنی چون کار دوست دارن، فقط این که بیان بگیرن برن تموم نشد. برادر رو برادر تیغ برداشت، عزا تو خاک باقا مرده می کاشت. بگین که گاو مشحسن رو برده، نشسته با بروریا و خورده. قمومه فریدون به دلیل علاقه‌ای که برای شعرای کشورم دارم و حرمتی که به کار اونا میذارم، هر وقت کاری از اونا به من پیشنهاد میشه با کمال میل میرم. کما اینکه همین اواخر با استاد آهی حافظ رو خوندیم، پروین اعتصامی رو خوندم. اینا چیزای مورد علاقه منه. حالا بازیگری رو بذاریم کنار، فیلم رو بذاریم کنار، رادیو رو هم بذاریم کنار، من این کار فوق‌العاده دوست دارم. چون دوست دارم شعر سعدی رو بخونم و همیشه یادم میاد که وقتی شعر سعدی رو میخونم، پدرم اونور کرسی نشسته و من اینور سعدی دستم دارم میخونم و اون اصلاح میکنه و یادم میاد. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بر مکن. به سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد
باز بر طرف چمن چتر گل در سر کشی. ای مرغ خوشخوان غم نخور، دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرد. دائما یکسان نباشد حال دوران، غم نخور.